به نام خدا. در فیلم 26 از درس هیدرودینامیک پیشرفته میخوام یک سری مباحث تکمیلی رو در ارتباط با نقش وای پلاس در طراحی شناور در نرم افزارهای CFD رو خدمت شما بگیم. میکنید ما در جلسات قبل یک سری توضیحاتی در ارتباط با وای پلاس و اثرش روی طراحی دادیم. در این جلسه میخوام این مبحث رو دیگه جمعش بکنیم و به اصطلاح حدودا در دو تا فیلم فعلی و بعدی در ارتباط با این موضوع که در وای پلاس با توجه به موقعیت‌های مختلفی که ما در طول شناور داریم به چه صورت تعریف میشه، در این مورد میخوایم انشاءالله برای شما یه صحبتی بکنیم و به این سوالات انشاءالله پاسخ بدیم که ابتدا میگیم مفهوم وای پلاس چیست که دیگه تا الان حتی آشنا هستید، چرا در پروژه‌های علمی و مقالات تا این حد بر تحلیل وای پلاس تاکید می‌شود، ارتباط وای پلاس و لایه مرزی چیست، وای پلاس ورودی مسئله است یا خروجی، ارتباط وای پلاس با هندسه بدن شناور چگونه است، ارتباط وای پلاس با سرعت و عدد رینولدز حرکت شناور چگونه است، اثر مقیاس کردن ابعاد بدن مثل جایی رو که شما رو تست مدل میخواید انجام بدید، اثر یا مثلا فرض بکنید که با توجه به ابعاد بزرگی که شناور دارید میخواید همون تحلیل CFT رو انجام بدید ولی روی ابعاد کوچیک‌تر، مثلا یه شناور 300 متری رو دارید میخواید همون هندسه رو مثلا برای ابعاد 10 متری 15 متری انجام بدید که زمان تحلیلتون کوتاه‌تر بشه. در این شرایط میخوام ببینیم که اثر مقیاس کردن ابعاد روی وای پلاس چقدر تاثیر داره. شرط اطمینان از مناسب بودن وای پلاس هستش که فرآیند والیدیشن رو میخوام ببینیم که به چه صورت باید انجام بدیم. اینا مباحثی هستش که مثلا در این فیلم و فیلم بعدی سعی میکنیم که خیلی فشرده و سریع بهش بپردازیم. این هم منابعی هستش که در اینجا استفاده کردیم. بیشترین منابعی که استفاده کردیم این منبعی هستش که به صورت قرمز رنگ من در اینجا نشون دادم. اینا منابع همه رو اینترنت هستش، میتونید دانلود بکنید و استفاده بکنید. در ارتباط با مفهوم وای پلاس که جلسات قبل قبلا صحبت کردیم که گفتیم که ما یک پارامتر عمودی رو به صورت بی بود می‌خوام تعریف بکنیم، فرض بکنید مثل چیزی که برای رینولد در صفحه طولی تعریف می‌کردیم و این رو به صورت وای یو تا بخش بر نو تعریف می‌کنیم که این سرعت استکاکی ما هست که به صورت رادیکال تا دبلیو بخش بر رو تعریف میشه و دیمانسیون این هم گفتیم که این تصور فیزیکی و چیز فیزیکی از این وجود نداره و ما یک پارامتر رو گفتیم تعریف کردیم به گونه‌ای که دیمانسیونش متر بر ثانیه در بیاد، اینجا بتونیم متر بر ثانیه رو جاگذاری بکنیم و مقدار وای پلاس رو به صورت بدون واحد داشته باشیم. این از مفهوم وای پلاس که قبلا برای شما توضیح دادیم، در حد 1 تا 2 دقیقه اینجا توضیحات خدمت شما دادیم. اما میگیم که چرا در پروژه‌های علمی و مقالات تا این حد بر تحلیل وای پلاس تاکید می‌شود. ناگهانید ما کلا در هر جا که مقادیر لذت برای ما اهمیت داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی که لذت کجاها خودش رو نشون میده؟ در مجاورت دیواره. اثرات دیواره چجوری خودش رو نشون میده؟ به صورت تغییرات سرعت یا اصطلاحا میگیم گرادیان سرعت. در روی دیواره ما سرعتمون برابر با صفر هست و هر چه از روی دیواره که فاصله میگیریم ما مقدار سرعتمون به سرعت جریان سیال آزاد نزدیک میشه. همین گرادیان سرعت برای ما تنش‌های برشی ایجاد میکنه، یعنی برای ما مقاومت اصطکاکی ایجاد میکنه. کلن در هر تحلیلی که مسئله استکاک مهم باشه، حتی مثلا در مسائل مقاومت و رزیستنس که بدیهیه که بسیار بسیار مهمه و موقعی که مثلا شما یک شناور رو یا یک زیردریایی رو میخواد در داخل سیال حرکت بدید و مقاومت کلش رو حساب بکنید، اونجا عامل محوری عامل وای پلاس هستش. ولی در حتی جایی رو که بحث دینامیک رو هم مطرح میکنید، مثلا تست رول شناور رو میخواید مدل سازی بکنید در این نرم افزار CFD، خب در حرکت رول میدونیم که مثلا عامل اصلی میرایی حرکت همین مقدار لذت هستش. پس بنابراین مثلا ممکنه ما در حرکت پیچ خیلی بحث لذت برای ما مهم نباشه، چون عامل میرایی خیلی بحث لذت نیستش، یا اصلا در حرکات دیگه. ولی مثلا در حرکت رول برای ما خیلی اهمیت داره. در بحث‌های دینامیکی در این موارد باز هم برای ما وای پلاس واعظ اهمیت هست. حالا کلن وای پلاس چرا واعظ اهمیت هست؟ گفتیم که ما کلن میخوایم که فرض بکنیم که این را الان خروجی یک نرم افزار CFD هست، میخوایم مشخص بکنیم که اولین گره رو چه فاصله نسبت به بدنه بیایم در نظر بگیریم و در اینجا کجاها تراکم مش بیشتر باشه، کجاها کمتر باشه. اینها عواملی هستش که مستقیما مقاومت ما رو تحت تأثیر قرار میده. پس بنابراین مقدار وای پلاس کلن در هر مسئله ای که لذت اهمیت داشته باشه برای ما اهمیت داره. به خاطر همین هستش که شما در مقالاتی که برای جای مختلف میفرستید نرم افزار CFD
اولین چیزی که داورا روش تاکید میکنن و توقع دارن که خیلی به اصطلاح دقیق بهش پرداخته شده باشه و اصطلاحا حساسیت سنجی شده باشه نسبت به مسئلهش، همین مسئله وای پلاس هستش که روی این زمینه حالا در ادامه باز بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما ارتباط وای پلاس و لایه مرزی چی هست؟ در جلسه قبل توضیح دادیم که وقتی که ما توابع دیواره رو تعریف میکنیم، توابع دیواره رو تا یک ارتفاعی میتونیم تعریف بکنیم که اون ارتفاع رو به چه صورت تعریف کردیم؟ به صورت عبارت بیبود وای پلاس تعریف کردیم و گفتیم که ما سعی میکنیم که توابع دیواره رو به گونه‌ای در نظر بگیریم که زیر لایه آرام و ناحیه بافر رو پوشش بده و یک مقدارم وارد ناحیه جریان آشفته بشه. مثلا ما در این نواحی میایم مقدار وای پلاس رو چکار میکنیم در نظر میگیریم. گفتیم که برای مثلا مدل های توربولانسی مثل کی اپسیلون که رینوز بالا هستن، مقدار وای پلاس رو خیلی کوچیک نمیتونیم در نظر بگیریم چون میفته در این نواحی و در این نواحی هم رینوز محلی یه مقداری پایین هست و مثلا مقدار مقادیر غیر واقعی به ما خواهد داد موقعی که ما چی از مدل های توربولانسی مثل کی اپسیلون استفاده میکنیم. از طرفی هم این رو گفتیم خیلی مقدار وای پلاس رو بالا نمیتونیم در نظر بگیریم، خیلی نمیتونیم از دیواره فاصله بدیم به خاطر اینکه اصولا شرط ما این بود که ما یک سری فرضیاتی ساده سازی کننده رو روی استخراج توابع وای پلاس، توابع دیواره در واقع به دست آوردیم. پس بنابراین خیلی نمیتونیم از دیواره فاصله بگیریم و شرط مجاورت دیواره باید چی بشه؟ حفظ بشه. این هم از مباحثی بودش که ما خدمت شما گفتیم و در اونجا عامل اصلی که اصلا روش صحبت میکردیم همین دلتا یا اصطلاحا ضخامت لایه مرزی در جریان آشفته بود و اصلا کلا ما مباحث مربوط به وای پلاس رو کلا برای جریانات آشفته گفتیم که چیکار میکنیم، تعریف میکنیم و در جریانات آرام اصلا چنین بحثی مورد نیاز نیستش. و اینجا هم خدمت شما گفتیم که اینجا الان شما زیر لایه آرام یا به اصطلاح ویسکوس ساب لایر رو شما در اینجا میبینید که توضیح دادیم خدمت شما که در اینجا توضیح سرعت خطی هستش و موقعی که ما میخواییم مشبندی رو در نظر بگیریم روی این ناحیه دو تا گره کفایت میکنه، یکی روی دیواره یکی هم روی مرز به اصطلاح زیر لایه آرام هستش و در اینجا توضیحات سرعت رو ما میدونیم که به اصطلاح اینجا جریان یک نواختر هستش ولی کلن در نواحی که ما در نزدیکی دیواره هستیم تغییرات سرعت زیاد هست، شناسایی سرعت در این مناطق زیاد هست، اگر بتونیم با تابع دیواره انجام میدیم، اگر هم نشد و در مواردی که حالا خدمت شما توضیحاتش دادم در مواردی که رینولدز ما خیلی پایین هست ما مثلا از تابع از مدل های توربولانسی رینولدز پایین استفاده میکنیم مثل کی اومگا و گره رو میاریم دقیقا روی بدنه اول گره رو قرار میدیم. این میشه به اصطلاح فلسفه ما و کاری که ما باید انجام بدیم برای شناسایی این پروفیل سرعت. نکن از قبل خدمت شما گفتیم که خیلی همه چی تقریبا برمیگرده به همین پروفیل سرعت. ما اگه این پروفیل سرعت رو بتونیم شناسایی بکنیم در واقع رفتار جریانمون رو چکا کردیم، شناسایی انجام دادیم و شناسایی شده. و در اینجا هم خدمت شما باز گفتیم که ما محدوده‌ای که برای وای پلاس میشناسیم سعی میکنیم که از هول و هوش 30 الی 50 باشه تا این محدود مقادیر وای پلاس رو استفاده بکنیم و از این محدود به بعد رو مثلا چکار کنیم با استفاده از مشبندی و تعریف گره ها و المان ها بیاییم در این محیط انجام بدیم. نواحی نزدیک به دیواره، ناحیه لگاریتمی و ناحیه دور از دیواره رو به این شکل تعریف کردیم. گفتیم که حالا اصولا خود ناحیه لگاریتمی رو ما تا نواحی وای پلاس برابر 500 هم میتونیم داشته باشیم ولی به دلایلی که توضیح دادم عملا خیلی از دیواره فاصله نمیگیریم و سعی میکنیم که این محدوده 30-50 رو رعایت بکنیم. و البته گفتم در کاربردهای دریایی با توجه به اینکه خیلی هم تعداد مچ‌ها رو نمیتونیم زیاد بگیریم اگر ابعاد شناورم زیاد باشه، در اونجا هم محدوده وای پلاس برابر با مثلا 100 یا اعداد زیر 100 هم چی قابل قبول هستش و در مقالات شما میبینید. و نکته دیگه هم که گفتیم در داخل لایه مرزی سعی میکنیم که تعداد گره هایی رو که داریم از در ناحیه لگاریتمی و بالاتر از اون 12 الی 15 گره رو داشته باشیم به گونه‌ای که بتونیم پروفیل سرعت رو تخمین درستی ازش بزنیم. و در اینجا هم گفتیم که تراکم این گره ها اگر مثلا 12 یا 15 تا داشته باشیم تراکم اینها در اون قسمتی که نزدیک به دیوار هست تعدادشون بیشتر و فواصلشون به هم دیگه نزدیکتر هست و هرچی که از اینجا فاصله میگیریم پروفیل سرعت یک نواختر میشه مثل چیزی که الان اینجا شما دارید میبینید. نکنید تغییرات در این فاصله در نظر بگیرید با این فاصله یک مقداری این تغییرات خیلی بیشتر هست، چون تغییرات خیلی بیشتر و شدیدتر هست ما چیکار میکنیم؟ اینجا گره های بیشتری رو در نظر میگیریم، مش های بیشتری رو در نظر میگیریم
و سعی میکنیم گرادیان سرعت رو خیلی دقیق چیکار کنیم، مدل سازیش رو انجام بدیم. و در این دیاگرام سرعت هم توضیح دادیم، گفتیم که در این ناحیه ویسکوس ساب لیر هستش، اصطلاحا میگیم وای پلاس تقریبا برابر با 5 به دست میاد. ناحیه بافر لیر رو قسمت وسط میانیش رو بگیریم، حدودا وای پلاس برابر با 11 هستش. قسمت لوگاریتمی رو از هول و هوش عدد 30 شروع میشه میاد تا عدد حدود 500. ما این مقادیر رو معمولا وای پلاس رو هول و هوش این نواحی چیکار میکنیم در نظر میگیریم، هول و هوش عدد 30 تا 50 رو براش میشناسیم. به گفتم میگم که باز با توجه به شرایط صرفه و شرایط جریان ما این مقادیر وای پلاس میتونه تغییر بکنه. و در اینجا میخوام خدمت شما بگیم که ناکنید شما الان روی اینترنت که نگاه بکنید، مثلا بعضی از سایت ها هستن که شما با توجه به مشخصات ورودی مسئلتون که میدید مقادیر وای پلاس رو تخمین میزنه و به شما میده. حالا یه سرچی بکنید در ارتباط با قانون تابع دیواره، مثلا این مثلا سایت های زیادی هست. در اینجا ناکنید طبق همین محاسباتی هم که قبلا کردیم، الان یکی از این سایت ها هستش کاری که انجام میده برای توابع دیواره، میاد میگه که وای پلاس رو برابر با یک بخش بر کار LN وای پلاس به علاوه B در نظر میگیره، بعد در به اصطلاح زیر لایه آرام ویسکوس ساب لیر این رو وای پلاس برابر با U پلاس برابر با وای پلاس در نظر میگیره که رابطش رو هم به دست آوردیم. اما در اینجا مقدار K و مقدار B مقادیر متفاوتی براش ارائه میشه که البته خیلی هم با هم دیگه تفاوتی ندارن، ولی مقادیر با توجه به فرضیاتی که رو مسئله داریم ممکنه تغییر بکنه. الان اینجا ثابت فون کارمن بهش گفته میشه، این ثابت فون کارمن رو مقدارش رو برابر با 41 صدم در نظر گرفته در اینجا و مقدار بی ثابت بی رو برابر با 5.1 دهم در نظر گرفته شده. و با توجه به این شما الان یک به اصطلاح فرمول لوگاریتمی دارید که اگر محور افقی ما LN به اصطلاح Y پلاس باشه در اینجا یک خط افقی رو خواهید داشت که میبینید این رابطه‌ای که الان اینجا داریم خیلی نزدیک هست به این خط قرمز رنگی که اینجا هست، به این خط آبی رنگ خیلی به هم دیگه نزدیک خواهند. اما در نواحی که ما در زیر لایه آرام هستیم در اینجا ما این رابطه U پلاس برابر با Y پلاس رو خواهیم داشت که این می‌بینید که این رابطه‌ای میشه که الان اینجا ما خواهیم داشت. یعنی تخمین ما در زیر لایه آرام با تخمین ما در به اصطلاح بعد از زیر لایه آرام با هم دیگه چیه؟ متفاوت خواهد بود. از دو تا تابع متفاوت ما در اینجا استفاده می‌کنیم و در واقع موقعی که شما این عدد یک بخش بر مثلا 41 صدم رو جاگذاری بکنید یه چیزی حالاش عدد 2.5 بهش میرسید. یعنی ما مقدار بی هم که تقریبا برای با 5 تقریبا رابطه‌ای رو که در منابع مختلف می‌بینیم که اینجا برای تابع لوگاریتمی بهش میرسه به این صورت است که وای پلاس برابر است با 2.5 LN Y پلاس به علاوه 5 که در واقع همین رابطه لوگاریتمی معروف هستش که شما در اینجا دارید میبینید. این هم از این قضیه تابع لوگاریتمی. و چرا میگیم تابع دیواره رو مثلا در اینجا نگاه بکنید که گفته که ناحیه لوگاریتمی؟ چون توزیع سرعتی که اینجا ما داریم از قانون لوگاریتمی طبیعت تبعیت میکنه، یعنی همین رابطه‌ای که اینجا داریم توزیع سرعت ما نسبت به وای پلاس یک مثلا تابع لوگاریتمی خواهد بود، به صورت LN بیان میشه و ما هم به همین دلیل به این ناحیه ناحیه لوگاریتمی میگیم. اما ناگهان شما موقعی که به یک مسئله میخواید ورود پیدا بکنید گفتیم که ما وای پلاس رو به عنوان ورودی مسئله میدیم، یعنی مسئله پارامتری هستش که ما تنظیم میکنیم با تنظیم اون مقدار موقعیت اولین ردیف از مشها رو تعیین میکنیم. خود به خود موقعی که اولین ردیف از مشها رو تعیین میکنیم کلا تعداد کل مشهای دومین ما متاثر از این قضیه میشه. پس ما باید یک ورودی اولیه داشته باشیم وارد مسئله بشیم. وقتی که مسئله رو حل کردیم گفتم که در جلسات قبل توضیح دادم یک مقدار مسئله رو میذارید که حل بشه، بعد خروجی نرم افزار رو میگیرید ببینید وای پلاس در نقاط مختلف به چه صورت هست. روش های کنترلش رو گفتیم، اگر مناسب بود که ادامه میدید، اگر نبود شما باید بتونید به اصطلاح شبکه بندیتون رو تغییر بدید. بعضی از نرم افزار هم به صورت هوشمند خودشون با توجه به اینکه مسئله یه مقداری حلش ادامه پیدا میکنه مقادیر وای پلاس رو کنترل میکنن، موقعی که نامناسب باشه خودشون در نواحی که مثلا لبه های تیز داریم و گرادیان فشار بالای رو گرادیان سرعت بالایی رو داریم در اونجا مشها رو مثلا ریستر میکنن دوباره حل رو چکار میکنن ادامه میدن. ولی حالا ما برای اینکه ورود مسئله پیدا بکنیم یک تقریبی و یک تخمینی از مقدار وای پلاس باید داشته باشیم. در اینجا چکار میکنیم؟ الان در یکی از همین این مواردی که میبینید یکی از همین سایت ها هستش که
به شما کمک میکنه که تقریب وایت لاس رو انجام بدید. در اینجا شما چیکار میکنید؟ میاید با توجه به سرعت جریان آزادی که دارید و طولی که روی بدنه مد نظر هست، مقدار رینولدز رو چیکار میکنید؟ محاسبه میکنید. مقدار رینولدز که محاسبه کردید از یکی از فرمول های ضریب مقاومت استکاکی که مربوط به صفحه تخت هست، مربوط به مثلا صفحه تخت هست، این رو محاسبه میکنید، مقدار CF رو که پارامتری که درش داریم پارامتر همین رینولدز هستش که اینجا داریم و میبینید، و در اینجا مقدار خیلی راحت مقدار CF به دست میاد. موقعی که مقدار CF به دست میاد شما تنش روی دیواره رو باید چیکار بکنید؟ به دست بیارید. نکنه الان از این دنبال چی هستیم؟ مثلا من قبلش این رو بگم. نکنه ما الان در اینجا خدمت شما گفتیم که وای پلاس برابر است با وای ضرب در یو تا بخش بر نو، مقدار نو و مقدار یو تا چجوری به دست اومد؟ رادیکال تا به دبلیو بخش بر رو. یعنی ما اینجا علاوه بر اینکه حالا چه گالی رو داریم، این مقدار تا رو باید معلوم بکنیم. تخمین اولیه و حدس اولیه‌مون به این صورت میشه. میایم میگیم که مقدار سی اف رو که محاسبه کردیم، میگیم سی اف ضرب در 1/2 رو در یو جریان آزاد به توان 2. این همون فرمول مقاومت هستش که اونجا برای مقاومت میگفتیم که 1/2 سی دی رو آ وی 2. اونجا آ رو ضرب میکردیم، چون که ما چی رو میخواستیم؟ مقدار نیرو رو میخواستیم. تنش موقعی که در مساحت که ضرب بشه مؤلفه نیرو رو به شما میده. ما الان فعلا خود تنش رو میخوان، پس بنابراین در اینجا مقدار آ رو دیگه نداریم. فرمولی که داریم 1/2 سی اف رو وی دو، یا اینجا به صورت یو دو نوشته شده. مقدار آ رو ما فقط در اینجا حذف خواهیم کرد. خب در اینجا موقعی که ما یو تاو رو داریم، اینجا میتونیم مقدار یو استار رو به دست بیاریم، یا در واقع یو تاو رو که قبلا خدمت شما گفتیم. وقتی هم که این به دست اومد، ما از تعریفی که برای مقدار وای پلاس داشتیم، یعنی این تعریفی که الان اینجا داشتیم، ما الان تعریفمون به این صورت وای یو تاو بخش بر نو هستش. اگر اینجا ما مقدار وای پلاس رو بخوایم یه حدی از وای پلاس رو معلوم بکنیم، مثلا فرض بکنیم که در یک ناحیه‌ای میخوایم ببینیم که مثلا مقدار وای پلاسمون برابر با عدد مثلا سی باشه، میخوام ببینیم چه وای، یعنی اولین نش رو الان در چه فاصله از دیوار قرار بدیم. میگیم خب وای پلاس رو که در نظر گرفتیم، نو رو که داریم، یو تاو رو یا اصطلاحاً یو استار رو از این روابطی که اینجا شد به دست آوردیم، پس بنابراین ما فاصله دیواره رو، فاصله از دیواره رو، مقدار وای رو به این صورت به دست خواهیم آورد. یعنی ما در جاهایی رو میخوام در نظر بگیریم که یعنی خودمون پیش فرض میدیم و میگیم که میخوام در این نواحی مقدار وای پلاس اینقدر باشه. فرض بکنید که در استگنیشن پوینت هست، ما میخوام این رو برابر با وای پلاس رو برابر با 5 در نظر بگیریم، نه بیشتر. خب اینجا وای پلاس رو برابر با 5 در نظر میگیرید، این روابط رو طبق اینجا محاسبه میکنید، مقدار وای به دست میاد. یعنی اونجا شما میفهمید که اولین گره رو در چه نقطه‌ای و در کجا و در چه فاصله‌ای از دیواره قرار بدیم. خب بحث بعدی که اینجا داریم هستش که میگیم عدم استفاده از توابع دیواره. گفتیم معادله چی هست؟ نیاز به افزایش بسیار زیاد تعداد سلول‌ها در مجاورت دیواره برای تشخیص پروفیل سرعت خواهد بود، که این هم معادل میشه با زمان حل بسیار زیادی که ما برای مسئله باید صرف بکنیم. اما در همین مواقعی هم که اینجا خدمت شما گفتیم، گفتیم قبلا خدمت شما که با توجه به اینکه در داخل زیر لایه آرام پروفیل سرعت ما خطی هستش، یو پلاس برابر است با وای پلاس، پس بنابراین در اینجا در خود زیر لایه آرام ما تعداد زیاد به اصطلاح لایه های گره رو نخواهیم داشت. در اینجا یه دونه روی دیواره در نظر میگیریم، یکی در مرز عرض به خدمت شما که لایه مرزی زیر لایه آرام، زیر لایه آرام، و در همینجا کفایت میکنه. از اینجا به بعدش رو ما سعی میکنیم که حدوداً 12 الی 15 ردیف گره رو در نظر بگیریم، یعنی در واقع 15 ردیف از المان ها رو در نظر میگیریم تا برسیم به محدوده لایه مرزی، که در اینجا هم باز گفتیم که در زیر لایه آرام تنها 2 گره به دلیل دوزی سرعت خطی کفایت میکنند، یک ردیف روی دیواره و یک ردیف روی مرز زیر لایه آرام. عرض به خدمت شما که این از کلیتی از مسئله بودش که در شرایط این هستش که ما از توابع دیواره چیه نخواهیم استفاده بکنیم. اما در جاهایی رو که بیایم از توابع دیواره استفاده بکنیم، کاری یک مقدار چی میشه؟ ساده تر میشه. میگیم مثلا در این نواحی با توجه به رینولدز محلی که الان اینجا هست و شرایطی که داره، از وای پلاس مثلا برای وای پلاس 1 استفاده کردیم، در اینجا از وای پلاس 2 که معادل فاصله عمودیش میشه وای 2، اینجا معادل فاصله عمودیش میشه وای 1. در اینجا عرض به خدمت شما که
ما اولین لایه از گره رو به جای اینکه روی دیواره داشته باشیم اینجا در این فاصله از دیواره داریم و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه، در اینجا هم به همین ترتیب. وقتی که شما به این صورت توابع دیواره استفاده میکنید، در واقع تعداد مشهای شما کم میشه. موقعی که تعداد مشها کم میشه، شما در زمان کوتاهتری میتونید چی مسئلتون رو حل بکنید و این یک مقدار کمک هست، به کمک جدی هست به حل مسائل مهندسی در یک مدت زمان منطقی و مدت زمان کم. اما در اینجا باز شما نگاه بکنید، ما در مواقعی که نزدیک به دیواره هست نگاه بکنید، ببینید که اینجا لایه های بسیار بسیار ریزی رو در نزدیک دیواره در نظر گرفتیم. فرض بکنید که از تابع دیواره استفاده نکردیم، این چیزی که اینجا میبینید مرز جسم هست. در اینجا برگردیم به این همین شکلی که اینجا داریم، ناکنید در اینجا این زخامت زیر لایه آرام که خدمت شما گفتم، این زیر لایه آرام زخامتش حالا برای اینکه اینجا الان در شکل دیده بشه به این حد کشیده شده، وگرنه این زخامتش یک عدد بسیار بسیار کوچکی خواهد شد که حالا در مثال بعدی که زده میشه خواهید دید. اینجا شاید در حد دهم میلیمتر باشه این زخامت. وقتی که اینطوری هست، شما تابع دیواره هم به این شکلی که اینجا داریم استفاده نکنید، شما مجبور هستید که اینجا اولین لایه ها رو بسیار بسیار چسبیده به روی دیواره بیاید و در نظر بگیرید. خب اینجا گفتیم که گرادیان سرعت روی دیواره خیلی زیاد هست، شما باید لایه های اول رو خیلی فواصلش رو خیلی کم در نظر بگیرید، به گونه ای که تغییرات سرعت رو بتونید چیکار بکنید، رصد بکنید و ببینید. از طرفی هم میدونید که ما موقعی که یک مشبندی رو در نزدیک سطح جسم انجام میدیم، یک باره نمیتونیم فواصل رو زیاد در نظر بگیریم، یعنی فاصله ای که در حد مثلا فرض کنیم دهم میلیمتر بوده یا بیایم در حد چند سانتی متر در نظر بگیریم. اگر این کارو بکنیم، حل ما چی میشه؟ یک حل واگرا خواهد شد. پس بنابراین وقتی که ما لایه های اول رو خیلی چسبیده به دیواره و خیلی با فاصله کم در نظر میگیریم، خود به خود تعداد لایه های بعدیمون هم زیاد میشه و تعداد کل از به خدمت شما که تعداد کل مشهایی رو که داریم زیاد میشه و خود به خود زمان حل افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به چیزایی که الان گفتیم، متوجه شدید که اینجا ضخامت لایه مرزی برای ما خیلی اهمیت داره. قبلا برای شما صحبت کردیم و در درس‌های سیالات و اینا هم میدونید که لایه مرزی آرام، لایه مرزی آشفته طبق این روابط نوشته میشه. در اینجا باز یادآوری میکنیم که رینولدز در مخرج هستش، یعنی هرچی که شما رینولدزتون افزایش پیدا میکنه، ضخامت لایه مرزی آرام یا آشفته فرقی نمیکنه، ضخامت لایه مرزی آرام و آشفته چی میشه؟ کمتر میشه. و این نکته ای هستش که شما حتما باید در نظر داشته باشید، یعنی ما مواقعی که بخوام اولین مثلا موقعیت اولین گره رو مشخص بکنیم یا مشخص بکنیم که مقدار وای کلاس ما چقدر باشه، اونجا باید تقریبی از ضخامت لایه مرزی چیکار کنیم داشته باشیم. الان به صورت مثال ما اومدیم برای یک مسئله با مشخصاتی که الان در اینجا ذکر شده، اومدیم ضخامت زیر لایه آرام رو چیکار کردیم، محاسبه کردیم. از همون فرمول اولیه که الان اسلایدهای قبل گفتم، مقدار CF رو محاسبه کردیم، U star رو محاسبه کردیم، این رابطه‌ای که برای ضخامت زیر لایه آرام هست استفاده کردیم و در اینجا مقدار ضخامت زیر لایه چقدر به دست اومده؟ برابر با 193,000 میلیمتر، یعنی کوچکتر از 0.2 میلیمتر ضخامت زیر لایه آرام هست. در همین محل با همین مشخصاتی که داریم، ضخامت لایه مرزی ما برابر با چقدر میشه؟ برابر با 26 میلیمتر. 26 میلیمتر رو مقایسه بکنید با 0.2 میلیمتر، اینجا میبینید که ضخامت زیر لایه آرام ما بسیار بسیار کوچک و ناچیز خواهد بود. اما در این مثال چه نکاتی رو میتونیم خدمت شما عرض بکنیم؟ میگیم که ضخامت لایه مرزی برابر با 26 میلیمتر و ضخامت زیر لایه آرام برابر با حدود 0.2 میلیمتر هستش. میگیم اگر نخواهیم از مفهوم تابع دیواره و وای پلاس استفاده کنیم، باید داخل زیر لایه رو هم دو لایه مش بزنیم که گفتم یکی روی دیواره میشه، یکی هم روی مرز مثلا زیر لایه آرام میشه. خب موقعی که شما لایه اولی رو که به اصطلاح دارید میزنید روی دیوارتون، موقعی که اون خیلی خیلی ابعادش کوچک میشه، در حد چند به دست میاد؟ در حد 0.1 میلیمتر به دست میاد. مثلا فرض کنید شما ضخامت زیر لایه آرام برابر با 0.2 باشه، خب اینجا ضخامت ما در حد همین 0.2 به دست میاد. گفتیم که در داخل لایه مرزی طبق این چیزی که اینجا گفتیم، گفتیم یه دونه روی دیواره کافیه، یکی هم روی مرز لایه مرزی لایه آرام.
خب وقتی که ما به اصطلاح فواصل گره ها رو دیگه از اینجا داریم کم در نظر میگیریم، خود به خود همین نسبت باید با یه تناسبی ادامه پیدا بکنه. خب این تناسب به این معنا هستش که ما دیگه از اونجا به بعد رو دیگه، موقعی که شما اولین لایه ها رو که میاد کم در نظر میگیرید، با ضریب 1/2 الی ضریب انبساط اصطلاحا بهش میگن، ضریب انبساط اکسپنشن فاکتور اصطلاحا بهش میگن، با ضریب 1/2 الی 1/3 میتونید این فواصل لایه های مختلف رو افزایش بدید. وقتی که این اتفاق میفته، یعنی خود به خود این 0.2 میلیمتری که اینجا در نظر گرفتید یهو نمیتونه بشه چند سانتی متر، همونطور که گفتم مثلا 0.2 رو شما به ضریب 1/2 هم که افزایش بدید برسید به 2.4 میلیمتر، یعنی لایه بعدی که داریم برابر با 2.4 میلیمتر خواهد بود. همینطور 1/2 افزایش پیدا میکنید، خود به خود نگاه میکنید میبینید که وقتی که ما اولین لایه ها رو فواصلش رو کم در نظر میگیریم، خود به خود فواصل بعدی هم کم میشه، خیلی به قول معروف با نرخ کندی افزایش پیدا میکنه. تعداد لایه های ما و تعداد مش های ما در نزدیکی دیواره عدد خیلی زیادی به ما خواهد داد. اما میگیم که ورودی وای پلاس ورودی مسئله است یا خروجی مسئله؟ ما نکنید، ما اینو قبلا هم گفتیم، یه بار دیگه اینجا میگیم که مقدار ماکسیموم وای پلاس ورودی مسئله است نه خروجی. چرا؟ چون ما مقدار تراکم مش های ما در نزدیکی دیواره با همین وای پلاس معلوم میشه، یعنی ما تعیین میکنیم که مقدار وای پلاس ما تعیین میکنه که اولین گره چقدر به دیواره نزدیک باشه. معمولا ماکسیمم مقدار وای پلاس توسط کاربر نرم افزار تعیین میشه. مثلا شما در جاهایی رو که مثلا خودتون به صورت دستی اصلا دارید مشبندی میکنید، خب در اونجا میاید مقدار وای پلاس مد نظر رو در نظر میگیرید، مقدار وای رو ازش استخراج میکنید، اولین لایه گره ها رو مشخص میکنید کجا هست. اگرم که نرم افزار به صورت اتوماتیک خودش میاد به اصطلاح مشبندی رو انجام میده، در اونجا هم شما از شما میپرسه که حد اکثر مقدار وای پلاسی که مد نظر هست چقدر هست برای شما. خب اونجا شما میتونید ورودی به مسئله بدید. غیر از این که حالا گفتم که بعضی از نرم افزارها هستن که خودشون بعد از اینکه شروع به حل میکنن، در نواحی که ما گرادیان سرعت بالایی داشته باشیم، اگر که مقدار وای پلاس نامطلوب باشه، مثلا حل رو متوقف میکنه، مشبندی رو تغییر میده، دوباره حل رو ادامه میده. میگیم اگر ورودی ندهیم، خود نرم افزار بر اساس مدل توربولانسی استفاده شده خودش پیش فرض داره. الان نرم افزارهایی که وجود داره اینا بعضن موقعی که شما ورودی بهش ندید، خودش بر اساس منطقی که تو هلپ اینا معمولا نوشته میشه با توجه به مدل توربولانسی که استفاده میکنه، مثلا که اپسیلون هست یا که اومگا هست، اونجا تصمیم میگیره که چه وای پلاس های رو استفاده کنه. یا اگر شما در طول شناور تغییرات فشار در نقاط مختلفی دارید، با توجه به تغییرات فشار و تغییرات سرعت در نقاط مختلف، اونجا باز تصمیم میگیره که مقدار وای پلاس چه مقدار باشه. که میگیم که توجه در برخی نرم افزارهای CFD وابسته به مدل آشفتگی استفاده شده، مثلا کی اومگا، اصلا از تابع دیواره استفاده نمی شود و تغییرات سرعت مجاور دیواره باید با مشهای بسیار ریز مدل سازی شوند، که البته زمان حل رو گفتیم چی خیلی به صورت فوق العاده ای افزایش میده. پس بنابراین قبلا جلسه قبلم صحبت کردیم، جلسه قبل که مقدار اون مدل آشفتگی که استفاده میکنیم خیلی حائز اهمیت هستش در این زمینه. اما وقتی که ما صحبت از مقدار وای پلاس کردیم، گفتیم یه حد پایین داریم یه حد بالا. حد بالا رو گفتیم به گونه‌ای باید باشه که معمولا بزرگتر از 50 در نیاد، به گونه‌ای که ما از شرط مجاورت دیواره خیلی دور نشیم. از طرفی هم گفتیم که وقتی که ما از مدل‌های آشفتگی مثل کی اپسیلون استفاده می‌کنیم که در کاربردهای دریایی هم خیلی رایج هست، با توجه به سرعت شناورها و طول شناورها رینولدز بالا وجود داره و ما از به اصطلاح مدل آشفتگی کی اپسیلون می‌تونیم استفاده کنیم، در اینجا گفتیم وای پلاس کوچکتر از 30 هم توصیه نمیشه و گفتیم که عدم تطابق مدل آشفتگی با رینولدز محلی پایین هست. چرا؟ چون گفتیم که موقعی ما خیلی به دیواره نزدیک میشیم، در این شرایط رینولدز محلی ما خیلی کاهش پیدا میکنه، چون سرعت در مجاورت دیواره خیلی کاهش پیدا میکنه و در اون شرایط اگر که ما وای پلاس رو خیلی کوچکتر بگیریم، خیلی کوچک مثلا برابر با 5 در نظر بگیریم، یعنی اولین گره رو در وای پلاس برابر با 5 در نظر گرفتیم، اون منطقه رینولدز پایین هست، در صورتی که اپسیلون یک مدل آشفتگی رینولدز بالا هست، این باعث میشه که ما جوابهای منطقی رو در این نواحی نگیریم. پس بنابراین وقتی که گفتیم از که اپسیلون مثلا استفاده میکنیم، حتما باید یک فاصله ای رو از دیواره داشته باشیم، به گونه که منطقه ای رو که داریم شروع به مشزنی میکنیم، منطقه ای که رینولدز محلیش پایین هست محسوب نشه. این از
بحثی که تا قبل از این خدمت شما گفتیم ما. خب نگاه کنید، علاوه بر این مقدار وای پلاسی که شما با مفهوم این تعریف میکنید که تابع دیواره رو به صراحت کجا ادامه بدید، ما برای هر گره و هر جزئی رو که در یک محیط محاسباتی در نظر داریم، اگه من که شکل رو الان بیارم، نگاه کنید برای هر یک از این مقادیر گره هایی که الان شما در اینجا دارید میبینید، برای هر یک از اینها ما یک تنش برشی داریم، یک وای فاصله از دیواره رو داریم، بنابراین یک وای پلاسی هم برای خود تک تک این به اصطلاح گره هایی که اینجا داریم چی میشه تعریف میشه. اینجا دو تا مفهوم مختلف از وای پلاس هست. ما اون وای پلاسی رو که معمولا در نرم افزارها صحبت میشه و در مقالات ازش صحبت میشه، اون وای پلاسی هستش که اولین لایه از به اصطلاح گره ها رو از دیواره نشون میده که چقدر فاصله داره. اما وای پلاسی که برای تک تک گره ها و اینها داده میشه، اون همین رابطه است، فقط اینجا اومده مقدار وای رو و مقدار تاو رو برای تک تک گره ها در نقاط مختلف با توجه به شرایط جریان محاسبه میکنه و یک مقداری برای وای پلاس میده. حالا چی کار میکنیم؟ میگه موقعی که این مقادیر وای پلاس در نقاط مختلف رو که همگی باید کمتر از مقدار تعیین شده باشند رو توسط خود نرم افزار ما میگیریم و با توجه به شرایط و ضخامت لایه مرزی و زیر لایه آرام تصمیم میگیریم که الان این مناسب هستش یا نیستش. اگر که مناسب بود که خب حل ادامه پیدا میکنه، اگر که نبود ما حل رو متوقف میکنیم، مشبندی رو اصلاح میکنیم، دوباره حل رو چکار میکنیم انجام میدیم. که اینجا گفتم که بعضی از نرم افزارها که حالا یه مقداری هوشمندتر هستن، شما یک حد اکثری رو تعیین میکنید، مشبندی ها رو در کمتر از اون مقادیر قرار میده، مسئله رو حل میکنه. در جاهایی که شما مقدار حد اکثر رو تعیین کردید، در جایی که مثلا استگنیشن پوینت هستش، خودش مقدار رو چیکار میکنه؟ کاهش میده، یعنی حل رو انجام میده، مقادیر وای پلاس رو کنترل میکنه، نامناسب باشه مثلا در نواحی که در گرادیان سرعت بالا هست مقادیر وای پلاس رو کاهش میده، مثلا در استگنیشن پوینت مقدار رو وای پلاس رو برابر با 5 اصلاح میکنه، دوباره حل رو چیکار میکنه؟ ادامه میده. یعنی در مجموع مثلا عامل کنترل ما روی مقادیر تعداد مشهای نزدیک دیواره همین مقدار چی از وای پلاس هست. میگه مقدار دقیق وای پلاس در هر موقعیت طولی پس از همگرا شدن حل مشخص می شود، چون وای پلاس وابسته به تنش برشی است که در محل هر گره در هر گام تغییر میکنه. یعنی رابطه که داشتیم به این صورت بود، وای پلاس برابر است با وای یو تاو یا یو استار بخش بر نو هستش، که این یو تاو به صورت رادیکال تا بخش بر رو چی میشد تعریف میشد. اما ما از اینها چه چیزی رو مطلوبمون هست و چه چیزی رو مد نظرمون هست؟ میگیم اون چیزی که ما مد نظرمون بود محاسبه تنش برشی در روش عددی هستش، که ما گفتیم که یک تنش برشی مربوط به جریان آرام ما داریم، یک تنش برشی مربوط به جریان آشفته، که این همین عامل منهای رو یو پریم وی پریم بودش که به صورت میو در رونده یو به رونده وای نوشتیم و در مجموع اومدیم اینجا رونده یو به رونده وای رو فاکتور گرفتیم، اون لذتی که داریم به صورت میوسف برای میوتی اومدیم به دست آوردیم. و توضیحات شما جلسات قبل دادم که در حالتهای مدل‌های توربولانسی مختلف ما در مجموع باید روابطی رو داشته باشیم که بتونیم ازش پارامترهای مثل میوتی رو حساب بکنیم و به کمک اینها بیام چیکار بکنیم، ما تنش‌های رینولدزمون رو چیکار بکنیم، تکمیل بکنیم و این تانسور تنش‌های رینولدز رو به دست بیاریم. این خروجی ما بودش که به اصطلاح استفاده میکردیم در مدل های توربولانسی مختلفی که داشتیم و در اونجا فواصل از دیواره خیلی برای ما حائز اهمیت بود. مثلا در اینجا نگاه بکنید، الان یک مسئله رو ما در اینجا داریم، یک سیاری از اینجا از یک کانالی وارد میشه، اینجا یک پله میخوره از این ناحیه وارد میشه و بعد در داخل کانال چطور میشه توزیع میشه و ادامه پیدا میکنه. در اینجا نگاه بکنید، الان اومده از روش K اپسیلون که از روش رینولدز بالایی هست اومده استفاده کرده، حالا با توجه به سرعت سیاری که موجود بوده اومده از K اپسیلون استفاده کرده برای رینولدزهای بالا. در اینجا دقت بکنید، در نواحی که الان اینجا مقادیری که قرمز رنگ هست مقادیر بزرگتری از مقدار وای پلاس رو استفاده کرده، در این نواحی که آبی پر رنگ هست مقادیر کمتری رو استفاده کرده. شما نگاه میکنید در اینجاها میبینید که ما در ابتدای صفحه که مثلا سرعت‌های ما سرعت پایینی بوده، ما به اصطلاح گرادیان سرعتمون شد جریان نزدیک جریان آرام بوده و این مسائل، ما نیازی نداشتیم که مشهای ریزی استفاده بکنیم، به خاطر همین وای پلاس رو مقدارش رو بالاتر در نظر گرفتیم
و به اصطلاح اینجا مشهای با تراکم کمتر لحاظ شده. ولی وقتی که میایم در اینجا، موقعی که اینجا پله‌ای که اینجا داریم، موقعی که اینجا جریان به اینجا میرسه چه اتفاقی میفته؟ در اینجاها در واقع مقدار تنش‌های برشی ما خیلی کوچک میشه، چون اینجا جریان تقریبا نزدیک به، گفتیم که در مثلا فرض بکنیم که جدایش جریان و مسائلی که اونجا داشتیم، گفتیم اونجا هم یک استگنیشن پوینتی شبیه این خواهیم داشت که در اونجا تقریبا سرعت نزدیک به صفر میشه، بعدی سرعت منفی میشه. خب در اونجا موقعی که سرعت صفر میشه و بعد منفی میشه، شما سرعت شما خیلی کاهش پیدا کرده و تنش برشی شما هم خیلی کم میشه. وقتی که تنش برشی خیلی کم بشه، مقدار وای پلاس چی میشه؟ کم میشه. رابطه چی بود؟ رابطه همین چیزی بود که اینجا خدمت شما گفتیم. موقعی که شما سرعت در یک ناحیه به یک باره مثلا جدایش چیزی دارید یا گرادیان فشار معکوس رو دارید، سرعت جریان همینطوری در لایه مرزی داره کاهش پیدا میکنه تا حدی که بعداً بازگشت جریان شما دارید، در یه جاهایی وجود داره که تنش برشی صفر میشه. مثلا در این نواحی مقدار یو تاو نزدیک به صفر میشه، یعنی مقدار وای پلاس نزدیک به صفر میشه یا یک مقدار خیلی کمی به دست خواهد اومد، که الان شما در این نواحی نگاه میکنید ببینید که همین اتفاق داره میفته. یا مثلا در جایی که یک مقداری شما پیشروی دارید، باز به همین شکل در این نواحی شبیه به این شرایط اتفاق میفته، که حالا باز دوباره در اسلاید بعدی هم مثل توضیحاتی من در این زمینه خواهم داد به شکل بدنه شناور. میگیم محدوده رایج مقادیر وای پلاس در طراحی شناورها معمولا چقدر هست؟ میگیم محدوده مقدار وای پلاس خیلی وابسته به مدل توربولانسی است که انتخاب شده. محدوده رایج وای پلاس معمولا در کارهای دریایی بین 30 الی 100 هستش، ولی عدد 60 در مدل توربولانسی که اپسیلون یک توصیه پرکاربرد در مقالات ژورنال و در پروژه های تحقیقاتی هستش که ما استفاده میکنیم. میگیم مدل توربولانسی که اپسیلون در مدل سازی جریان هایی که جدایش جریان وجود ندارد یا در طول بسیار محدودی وجود دارد کاربرد زیادی دارد، که مثلا در شناورها هم اینطوری هستش. همونطور که گفتم جدایش جریان ما بالاخره داریم، ولی اگر بدن خوب فیر طراحی شده باشه منوط میشه و محدود میشه به قسمت های انتهایی به اصطلاح شناور ما، و ما میتونیم چیکار بکنیم در این نواحی؟ بیایم و کلا روی این چنین شکلی از بدنه از مدل های کی اپسیلون استفاده بکنیم. میگیم لذا کی اپسیلون در مدل سازی جریان اطراف شناورها کاربرد زیادی دارد. رینولدز بالا روی بدنه شناورها رو ما معمولا داریم. چرا؟ چون همینطور که قبلا خدمت شما گفتم، مثلا طول شناور شما فرض بکنید که 100 متر که باشه، حدودا مثلا با سرعت 10 متر بر ثانیه هم که حرکت بکنه، در تمام طول این شناور مقدار عدد رینولدز ما بالای 1 میلیارد به دست میاد، یا حداقل بالای مثلا 10 میلیون 100 میلیون به دست میاد. از اون شرطی که و محدوده‌ای که مثلا ما برای آشفتگی جریان برابر با 1 میلیون در نظر بگیریم، حتما از این مقادیر بیشتر هست. وقتی که ما این عدد رینولدز رو حساب میکنیم به این شرایط هست، پس بنابراین مدل‌های توربولانسی رینولدز بالا مثل کی اپسیلون یک انتخاب مناسبی هست برای طراحی شناورها. از طرف دیگه میگیم که در مدل کی اپسیلون معمولا فاصله اولین سلول تا دیواره رو گفتیم به صورت فاصله 30 الی 100 در نظر گرفته میشه، به غیر از نقاط خاص که حالا توضیحاتش رو خدمت شما گفتم، مثل جایی که جدایش جریان داریم یا در استگنیشن پوینت. زمان حل مناسب و دقت خوبی رو داره موقعی که ما این فرضیات رو به این صورت در نظر میگیریم. اگر فاصله از این مقادیر کمتر باشد، در برخی از نرم افزارها با توجه به مدل آشفتگی که داره، خودش گفتیم که این اصلاح رو چیکار میکنه؟ انجام میده. اگر هم انجام نداد، با تفاصیلی که خدمت شما گفتم، در بعضی از نقاط با توجه به اینکه هر یک مقداری انجام شده و شما مقادیر سرعت رو و تنش استکاکی رو به اصطلاح سرعت استکاکی رو در نقاط مختلف دارید، میتونید اونجا تصمیم بگیرید که مقدار وای پلاس در نقاط مختلف چقدر تغییر بکنه و به چه صورت باشه. یا اگر هم که ما مثلا از یک سری مدل های توربولانسی مثل SST داریم استفاده میکنیم، قبلا توضیح خدمت شما دادیم که میگیم اونجا ما کل لایه مرزی هم توسط مش های بسیار ریز مدل سازی میشه، یعنی تا خود دقیقا روی دیواره رو مثلا مش بندی میکنیم، و لذا از مش بندی های بسیار ریز در مجاورت دیواره استفاده میکنیم و مقدار وای پلاس تقریبا صفر در نظر اونجا گرفته میشه، یعنی حجم محاسبات ما خیلی میره بالا و زمان حل ما خیلی میره بالا، ولی در عوض مثلا جواب‌های خیلی دقیقی رو در اون شرایط، در شرایطی که مثل مدل‌های مثل SST رو استفاده می‌کنیم، می‌تونیم توقع داشته باشیم.
در مبحث بعدی میخوام ارتباط وای پلاس با هندسه بدن شناور رو بگیم چگونه است. میگیم معمولا در بدن شناورها در دو ناحیه نیاز به مشبندی های ریز و مقادیر حداقلی وای پلاس میباشد. در چه نقاطی؟ میگیم یک نقطه سکون سینه در جلوی بدنه به دلیل تغییرات ناگهانی فشار و سرعت هستش که گفتیم یک بار سرعت به صفر میرسه و اونجا تغییرات سرعت خیلی زیاد هست، محل گرادیان فشار معکوس و احتمالاً جدایش جریان و احتمال جدایش جریان که معمولاً در قسمت پاشنه شناورها و لبه های تیز و شیب های تند اتفاق میافتد. نگاه کنید الان اینجا قسمت سینه شناور هست، این هم در قسمت نوک سینه شناور هست. در اینجا ناخونید مقادیر وای پلاس رو الان بدنه یک زیردریایی هست، برای این در اینجا اومدیم ارائه کردیم. میبینید که اینجا در مقادیر دقیقا نوک سینه رو که ما اینجا داریم در اینجا به صورت آبی رنگ نشون داده شده. یعنی چی؟ یعنی ما مقادیر وای پلاس رو در اینجا خیلی کم در نظر گرفتیم به دلیل استگنیشن پوینت، به دلیل نقطه سکون، و در اینجا مشها بسیار بسیار نزدیک به دیواره در نظر گرفته شدن. ما با توجه به اینکه توابع دیواره خطاهای زیادی ممکنه داشته باشن، خب این مثلا ریسک رو نکردیم، در اینجا مقدار مشها رو خیلی نزدیک به دیواره در نظر گرفتیم. هرچی که از استگنیشن پوینت ما دورتر میشیم، اینجا میبینید که ما میتونیم چی؟ وای پلاس رو بالاتر در نظر بگیریم، یعنی مشها رو از دیواره دورتر در نظر بگیریم و به اصطلاح بتونیم تخمینی و تقریبی از تنش‌های رینوز به این ترتیب به دست بیاریم. این از کلیت تغییرات وای پلاس الان در قسمت سینه شناور. اگر که نما از بالاش رو هم که بخواید ببینید، باز به این صورته. میبینید که اینجا الان جریان از روبرو برخورد میکنه، این قسمت سینه شناور هست. در اینجا میبینید که تراکم مش بسیار بسیار بالا هست، در نزدیکی دیواره همینطور. هرچه که به سمت کناره ها ما مثلا ادامه پیدا میکنه جریان، در اینجا میبینید که تراکم مش ها کمتر خواهد شد و مقدار وای پلاس افزایش پیدا میکنه. در اینجا نگاه بکنید هرچه که اینجا ادامه مسیر پیدا میکنه، به اصطلاح رنگی که اینجا داریم از آبی همینطور کمرنگتر میشه، یعنی فواصل وای پلاس ما همینطور افزایش پیدا میکنه. که میگیم در مجاورت دیواره معمولا از مشهای منشوری و مکعبی با ضریب انبساطی در حدود 1.2 الی 1.3 استفاده میکنیم که الان شما در اینجا هم دارید میبینید از که دیواره ها، و در مشهای دور از دیواره از مشهای چهار وجهی و هرمی شکل و درشتر استفاده میکنیم، چون در اینجا ما که ما از بدنه که دورتر میشیم، خب اینجا گرادیان سرعت دیگه کمتر میشه و ما میتونیم از مشهای بزرگتر با ابعاد بزرگتر استفاده بکنیم و زمان حلمون رو بی خودی افزایش ندیم. مشهای درشتر به این معنی هستش که ما تعداد محاسبات کمتری رو مجبور هستیم انجام بدیم و زمان حل ما به اصطلاح کاهش پیدا خواهد کرد. این هم در همین قسمت سینه هستش که شما میبینید که در اینجا مقادیر وای پلاس چقدر کوچک هست، مقدار مشها چقدر نزدیک به دیواره اومدن و چقدر ریز و پرتراکم در نظر گرفته شدن. این هم قسمت دیگه هستش که الان شما دارید در اینجا میبینید. و اینها رو به چه دلیل هستش که ما در برخی از مواقعی که اینطوری هست میان و وای پلاس رو کوچک در نظر میگیریم و خودمون میان مشبندی ها رو افزایش میدیم؟ میگیم این باز برمیگشت به اون تعریفی که از قبل گفتیم. یک اشکال توابع دیواره لوگاریتمی این بود که بر اساس صفحه تخت استخراج شده و اثرات انحنای شکل بدنه و گرادیان فشار، به خصوص گرادیان فشار معکوس و اثر آن روی ضخامت و پروفیل لایه مرزی رو لحاظ نمی کند. یعنی این طبق تعاریفی بود که ما خودمون اینو در نظر گرفتیم، لذا میگیم در استفاده از توابع دیواره باید محتاط بود و در محلهای بروز فشار معکوس و جدایش جریان از مقادیر بسیار کوچک وای پلاس استفاده کرد یا از مدل‌های آشفتگی اصلاح شده ای که برای این حالت مناسب هستند. که اینو توضیحات شد دیگه، من قبل از اینم چند مرتبه خدمت شما گفتیم. یا در اینجا شما نگاه بکنیم، میگیم تراکم بیشتر مش در شیب پاشنه و جایی که احتمال گرادیان منفی فشار و جدایش جریان وجود داره. الان شما اینجا نگاه بکنید، این الان قسمت پاشنه یک زیردریایی هستش، اینجا قسمت بدنه استوانه این شکل بوده، ما مشهای بزرگتر با وای پلاس بزرگتری رو داریم، به این نواحی که نزدیک میشه اینجا احتمال جدایش جریان وجود داره، پس در این نواحی ما وای پلاس رو کاهش میدیم. میدیم که مشها خیلی نزدیک به دیواره و خیلی ریز در نظر گرفته شدن. اما نکته ای رو که اینجا باید خدمت شما بگیم این هستش که ما گفتیم در جاهایی که تنش برشی صفر می شود روی دیواره،
طبق رابطه ای که داریم، یا صفر میشه یا خیلی کوچک میشه، طبق رابطه ای رو که برای به اصطلاح یو استار ما داشتیم، مقدار یو استار کم میشد یا مقدار سرعت اصطکاکی ما کم میشد، پس در نتیجه مقدار وای پلاس کم میشد. خب اینجا چه موقع اتفاق میفته؟ چرا در اینجا که میگیم احتمال جدایش جریان وجود داره مقادیر وای پلاس رو کم باید در نظر بگیریم؟ برمیگردیم به اون توضیحاتی که ما از مباحث مربوط به جدایش جریان خدمت شما گفتیم. اگه خاطرتون باشه اونجا یک سری نازلی رو مثال زدیم، گفتیم در اینجا الان ما پروفیل سرعت به این شکل هستش، ما که گرادیان فشار معکوس اتفاق میفته یه مقداری سرعت شروع به کاهش پیدا میکنه تا جایی که در یک جای پروفیل سرعت ما صفر میشه و از اونجا به بعد سرعت رو به عقب برمیگرده. اینجا پروفیل سرعت جهتش رو به جلو هست، اینجا رو به عقب هست، در یک نقطه میرسه که اینجا سرعت صفر هست. در اینجا که سرعت صفر هست، اینجا در واقع نقطه شروع جدایش ما هستش که در اینجا چی هست؟ تنش برشی ما صفر خواهد شد. و باز شما در اینجا دارید میبینید که موقعی که تاو صفر میشه یا عددش بسیار کوچک میشه، یو تاو خیلی کوچک میشه، یو تاو که کوچک بشه مقدار وای پلاس کوچک خواهد شد. یعنی شما مجبور هستید که در جاهایی که شما خود به خود مقدار تنش برشیتون کاهش پیدا میکنه، در اونجاها بیاید مقدار وای پلاس رو کاهش بدید و اجازه بدید که مشهای ریستری نزدیک به دیواره در نظر گرفته بشه و با حل معادلات ناویر استوکس به اصطلاح تخمین های سرعت اونجاها انجام بشه، که میگیم که طبق رابطه وای پلاس هر جا تنش برش افزایش یابد مقدار وای پلاس هم افزایش مییابد، هر جا تنش برشی کاهش یابد وای پلاس هم کاهش مییابد. حالا گفتیم که تنش برشی در کجاها کاهش مییابد؟ در جاهایی که گرادیان فشار معکوس داریم تنش برشی کاهش مییابد تا جایی که هنگام جدایش مقدار تنش برشی به صفر میرسه، دقیقاً همین چیزی که اینجا خدمت شما گفتیم. لذا در جاهای مانند پاشنه باید از مقدار وای پلاس کوچکتر و مشهای ریستری استفاده کرد، چون در نواحی که تغییرات فشار زیاد است توابع دیواره دیگر جوابگو نیست و باید چیکار بکنیم؟ و باید مش بزنیم، که دقیقاً میشه همین شکلی که اینجا خدمت شما نشون دادم، که در اینجا قسمت پاشنه شما دیدید که مقدار وای پلاس در این نواحی نگاه کنید بیشتر هست، چون وای پلاس بیشتر هست فواصل مش ها از دیواره بیشتر هست، در اینجا تراکم مش بیشتر هست، چون اینجا وای پلاس کمتر هست مش ها به دیواره نزدیکتر شدن تراکم بالاتر رفته و این وضعیتی هستش که الان شما در اینجا دارید میبینید. یا الان اینجا در قسمت منتهای الهی پاشنه نگاه میکنید میبینید که در این نواحی موقعی که ما اینجا دیگه جدایش جریان و میدان بیک رو در این انتها خواهیم داشت، خب طبیعی هستش که اینجا باید باز دوباره ما وای پلاس رو کم در نظر بگیریم، مش ها تراکمش خیلی بالا میره و نزدیک به دیواره به اصطلاح برقرار میشه. یا در اینجا نگاه بکنید، ما در قسمت های میانی بدنه موقعی که ما اینجا گرادیان های فشار خاصی رو نداریم، یک سطح افقی مثل یک صفحه تخت اینجا برقرار هست، در اینجا وای پلاس ما بیشتر هست، تراکم مش کمتر هست. در قسمت نوک سینه رو نگاه بکنید، با گفتیم اینجا خدمت شما اینجا وای پلاس کمتر هست، در اینجا در شانه پاشنه اگر داشته باشیم که الان اینجا خوب فیر طراحی شده و اون شکستگی پاشنه رو نداریم و اینجا منوط میشه به قسمت‌های انتهایی پاشنه، که در اینجا باز احتمال جدایش جریان وجود داره به دلیل گرادیان فشار معکوس و ما در اینجا وای پلاس رو کمتر باز دوباره در نظر گرفتیم و تراکم مش بیشتر هست. پس در نهایت میتونیم اینجوری جمع‌بندی بکنیم که از دیدگاه موقعیت هندسی تعداد مش بیشتر در لبه ها و کنج های تیز رو ما انتظار داریم، مثل این شرایطی که اینجا هست. تعداد مش کمتر در محل هایی که هندسه ساده ای رو داریم، مثل قسمت های میانی اینجا که گفتم خدمت شما. تعداد مش کمتر در مناطق دور از بدنه هست، خب اینجا هم که بدیهی هستش که در جایی که گرادیان فشار کمتری داریم از مش های بزرگتری بتونیم چیکار کنیم استفاده بکنیم. و همینطور در نواحی که ما احتمال جدایش وجود داره، باز ما در اینجا شیب های تندی رو که داریم باید از وای پلاس های کوچکتری استفاده بکنیم. و این شکل رو خدمت شما نشون دادیم که اینجا گفتیم که مقادیر مختلف وای پلاس با توجه به هندسه بدنه و تغییرات فشار ممکن تغییر بکنه. ما الان در اینجا مشخص کردیم که مقدار وای پلاس ما کوچکتر از 60 می‌خوایم باشه. خب الان اینجا از 60 کوچکتر از 60 می‌خوایم استفاده کنیم و از مدل توربولانسی که اپسیلون داریم استفاده میکنیم. اینجاها میگیم که خب در اینجا ما استگنیشن پوینت رو داریم، مقدار وای پلاس رو برابر با 5 میگیریم، در این نواحی دیگه مقادیرمون بیشتر میشه، میرسه به قول و هوش 60 در این نواحی.
در نواحی میانی که داریم مقادیر به حدود 40 میرسه و در قسمت انتهایی پاشنه ما با توجه به اینکه احتمال جداش جریان رو در اینجا داریم، شیب فشار معکوس رو داریم، در اینجا دوباره مقدار وای پلاس رو برابر با 20 در نظر میگیریم. یعنی اینجا در موقعی که شما پروفیل اینها رو رسم بکنید یا توسط نمودارهای رنگی که اینجا نشون داده شده شما نگاه میکنید، در هیچ کدوم از اینجا ما به قسمت قرمز رنگ نرسیدیم. یعنی مقداری که مشخص کردیم در اینجا رعایت شده و مقادیر وای پلاس ما از 60 به اصطلاح افزایش پیدا نکرده و بیشتر نشده. و بنابراین میگیم که ما در نواحی دور از دیوار وای پلاس های به اصطلاح بالاتر از 60 رو میتونیم داشته باشیم. قسمت های بدون جدایش جریان و یک نواخت رو وای پلاس بین 30 الی 40 رو، و در نواحی که جدایش جریان داریم و نقطه سکون داریم و این از این موارد، ما وای پلاس کوچکتر از 20 رو باید داشته باشیم، مثل این عدد 5 که شما اینجا میبینید یا عدد 20 که در اینجا نشون داده شده. یا اینجا همینطور شما در این شکل دارید میبینید که یک گوشه تیزی در اینجا ما داریم، در این قسمت پاشنه جدایش جریان شدیدی اتفاق افتاده، در این قایقی که اینجا وجود داره در اینجا شما میبینید که مقدار تغییرات سرعت بسیار اینجا به اصطلاح زیاد هست و به همین دلیل شما حالا اینجا الان با تغییرات فشار رو و تغییرات سرعت رو به این صورت اینجا بیان کرده. باز یه بار دیگه نگاه بکنید در این مثلا نموداری که بعد این شکلی که اینجا داریم، در قسمت‌های مثلا پاشنه الان اینجا به دلیل مسئله جدایش اینجا سرعت ما خیلی کاهش پیدا کرده. الان اینجا مقادیر رو نگاه بکنید، اینجا مقادیر رو اومده رسیده به مقادیر بسیار پایین و در جای منفی شده. الان مقادیری که اینجا می‌بینید منفی است، یا همون مفهوم بازگشت جریان یا همون گردابه‌هایی که در اینجا تشکیل میشه، شکلش رو دقیق‌ترش رو اینجا شما الان دارید می‌بینید. خب الان در اسلاید های قبل خدمت شما گفتیم در جاهایی رو که سرعت کمتر میشه، تنش برشی کمتر میشه، لزوماً وای پلاس کمتر میشه، پس بنابراین ما نیاز داریم که در این نواحی از مش های ریستر و کوچکتری چیکار کنیم، استفاده بکنیم. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این چیزی که الان شما در این شکل دارید میبینید، در اینجا میبینید که مقدار وای پلاس ما در نواحی مربوط به مثلا پاشنه مقدار کمی در نظر گرفته شده، در قسمت‌های میانی مقادیر بیشتر و بیشتری رو در اینجا دارید. باز اینو در قسمت نوک سینه باز در اینجا مقادیر خیلی کوچکی از وای پلاس رو دارید، یعنی تمرکز مش‌ها و نزدیکی به دیواره در اینجا خیلی زیاد هست، در اینجا هم خیلی زیاد هست، در قسمت‌های میانی کمتر هست. یعنی شما از الان دیگه از دیدگاه هیدرودینامیکی دید منطقی باید داشته باشید که چرا در این نواحی به اصطلاح مقادیر وای پلاس کمتر هست، و در واقع علتش رو گفتیم تغییرات مقدار سرعت هستش که اینجا چون سرعت کمتر هست تنش‌های برشی ما کمتر هستن و تفاصیلی که خدمت شما گفتیم. این هم مقدار نیروهای برشی هستش که گفتم چون در این نواحی نگاه بکنید، ما که شما گرادیان فشار معکوس از یه جایی که شروع میشه دیگه از اونجا به بعد به اصطلاح مقادیر سرعت همینطور کم و کمتر میشه تا موقعی که چی جدایش جریان اتفاق میفته، پس در این نواحی ما تنش های برشی که داریم مقدار کمی خواهد داشت. الان نگاه کنید در اینجا مقدار تنش برشی که داریم کمترین مقادیر رو در این قسمت های آبی رنگ داریم و یکم در این قسمت نوک سینه که باز در اینجا میبینید که تنش های برشی باز نزدیک به صفر در این استگنیشن پوینت به دست میاد. خب این از بحثی که تا اینجا خدمت شما نیاز بود که بگیم. البته باز هم هنوز یه سری نکاتی مونده که حالا باز در جلسه بعد نکات تکمیلی رو میگم در این مبحث. اما در چند دقیقه تأمل این هفته میخوام ازتون براتون صحبت بکنم در مورد اینکه اگر که ما بتونیم خودمون یا فرزندانمون یا نزدیکانمون رو، یا اگر معلم هستیم دانش آموزانمون رو، یا اگر استاد هستیم دانشجویان خودمون رو به گونه ای تربیت بکنیم که اینها منافع جمع رو به اصطلاح ترجیح بدن منافع فردی و منافع شخصی خودشون، این گونه افراد در یک جامعه حقیقتاً معدنی از الماس هستند. این افراد رو هر جا که باشن، در هر پست و موقعیتی که باشن، در هر سطحی از سواد که باشن، بی سواد باشن، سواد متوسطه داشته باشن یا پروفسور باشن، در هر جایی که باشن اینها بیشترین خدمات رو نسبت به جامعه خواهند داشت. چرا؟ چون اینها فهمیدن که باید برای به اصطلاح درست زندگی کردن باید گذشت داشت، نباید همه جا منافع شخصی رو ترجیح داد. خیلی از مواقع هستش ما اتفاقاتی که در همین ایران خودمون میبینیم از افراد میبینیم که اشکالات ما اشکالات قانونی نیست، همه جا نمیشه چوب بالا سر همه نگه داشت.
خیلی از مواقع شما میبینید که افراد نفع شخصی رو به نفع جامعه و به نفع عمومی ترجیح میدن. این خودخواهی ها باعث خیلی از فجایع در داخل جوامعی مثل جامعه ما میشه. اگر ما افرادی با این خصوصیات رو داشته باشیم، اینها مثلا فرض بکنید که 4 روز یک دانشمند میشن، این فردی که با این خصوصیات روحی بزرگ شده باشه، هر ماحصل علمی که داره فوری دلش میخواد که این رو به دیگران منتقل بکنه و نفعش رو به جامعه هم برسونه. برخلافش اگر ما یک فردی رو داشته باشیم با این فرهنگ تربیت نشده باشه، بالاترین مدارج دانشگاهی رو که داشته باشه، شما نگاه میکنید ببینید که یک خصاصت علمی خاصی رو داره، حتی علم خودش رو دلش نمیاد به اون دانشجوی خودش که سر کلاسش نشسته و یا اون دانشجوی که باش پروژه داره هم نمیده و پیش خودش تصورات و توهمات هستش که این دانش من هست، این متعلق به من هست و این من باید خودم از این چیکار کنم استفاده بکنم. یعنی در جایی که فرهنگ آدم ها ضعیف باشه، خوب تربیت نشده باشن، متاسفانه به بالاترین مدارج دانشگاهی هم برسن، باز هم ازشون میبینید که چیزی تراوش به سمت جمع، به سمت جامعه و به سمت عموم نمیکنه. از اون طرف شما نگاه میکنید میبینید که کسی اگه درست تربیت شده باشه، حتی اگه یک رفتگر هم باشه، کار خودشو درست انجام میده. چرا ما خیلی از ایرانی از کار خودمون واقعا میدزدیم، کم کاری میکنیم، دغل کاری میکنیم؟ چرا؟ چون میخوام زودتر به نفع شخصی برسیم، چون میخوام که منافع شخصیمون تأمین بشه. مهندس میشه، مهندس ناظر یه ساختمان میشه، یه پولی میگیره، یک پولی رو، یک ساختمانی رو، یک بنایی رو تایید میکنه، 2 سال بعد، 5 سال بعد، نه 10 سال بعد، 20 سال بعد این ساختمان فرو میریزه یا دچار سانحه میشه و تعداد زیادی افراد از بین میرن. اینها همش منوط به این میشه که ما نتونستیم نسلی رو تربیت بکنیم که منافع شخصی رو ترجیح نده به منافع جمع و منافع جامعه. بهترین محلی که میشه همچین افرادی رو تربیت کرد خود خانواده است، نه اجتماع. در مرحله اول خود خانواده است. به طور مثال اگر که من و شمایی که مسئولیت یک خانواده رو داریم، اگر فرزندمون رو فرستادیم رفتیم یه جا صف، مثلا بره یه جا صف وایسه، دیدیم 100 نفر آدم بعد 5 دقیقه اومد، اگه گفتیم چه جوری شد، حالا طرف دیدیم که اومده خودشو جا زده در داخل صف، حق 100 نفر رو پایمال کرده، یه جوری اون جلو خودشو جا کرده و زود برگشته و من در جایگاه پدر از این فرزندم تعریف کردم، این فرزند دیگه آدم بشون نیست. چرا؟ چون این آدم دیگه یاد میگیره که حق دیگران رو ضایع بکنه، منافع جمع رو در نظر نگیره و قربانی بکنه به خاطر چی؟ به خاطر این منافع شخصی خودش تأمین بشه. این خیلی خیلی مفهوم عمیقی هست. وقتی که ما در کودکی در خانواده یک همچین فردی رو اینجور رفتاری باش میکنیم، دیگه معیارها و ارزشهاش عوض میشه، اون دیگه چیزی به نام جمع و جامعه نمیشناسه. این آدم بعیده که در محیط مدرسه و در محیط دانشگاه هم حتی درست بشه. حالا اگر که باز ما در محیط مدرسه معلمینی داشته باشیم، در دانشگاه معلم و اساتیدی داشته باشیم که این فرهنگ رو بخوان منتقل بکنن، باز یه امیدی به اصلاح هستش. وای به حال جامعه‌ای که حتی معلمین و اساتیدش هم چنین فرهنگی نداشته باشن. بعضی از مواقع شما می‌بینید که افرادی هستن که به کشورهای خارجی یا کشورهای اروپایی میرن، همینطور موقعی که برمیگردن ازشون که میپرسیم میگه اینها چقدر آدمای خوبی هن. یه آدرس ازش میپرسی تا نیاد دقیقا حالیت نکنه ولکنت نیست. طرف داره راه میره یه زباله جلوی پاش افتاده ور میداره. طرف نگاه میکنه میبینه دروغ نمیگه، دغل نمیکنه، کلاهبرداری نمیکنه، کاری که وظیفش هست درست انجام میده. تمام اینا رو که نگاه میکنی میبینی این علت اینها، آیا همه جا دوربین مدار بسته است؟ آیا همه جا پلیسه؟ آیا همه جا قانونه؟ آیا در کشور ما که چند میلیون پرونده قضایی داریم رفتار آدم ها درست شده؟ نشده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها یاد نگرفتن که منافع شخصی خودشون رو به جمع ترجیح ندن. این از کجا پدید اومده؟ باز برمیگردیم به مبحث آموزش. آموزش، آموزش، آموزش. کسانی که درست آموزش ندیدن هیچ وقت نمیتونن درست رفتار بکنن. این مورد یکی از مواردی هستش که اگر درست آموزش داده بشه، ما افرادی رو در جامعه خواهیم داشت که به صورت اتوماتیک همیشه در راستای منافع کشور و در راستای منافع جامعه حرکت میکنن. امیدوارم من و شما بتونیم این سعادت و این فرهنگ رو داشته باشیم که اولا خودمون رو اصلاح بکنیم، که آدمهایی باشیم که منافع شخصی رو همه جا ترجیح ندیم و همچنین بتونیم نسل بعدی خودمون رو به گونه‌ای تربیت بکنیم که حداقل اگر ما خودمون یک سری رفتارهای اشتباهی رو داشتیم،
اونها اینها رو تکرار نکنن. البته این رو هم بگم که باز هم گفتم اگر ما خودمون رفتارهامون اشتباه باشه طبیعتا نمیتونیم الگو باشیم برای فرزندانمون. وقتی که ما خودمون یک خصاصت علمی عجیبی داریم چگونه ممکنه سر کلاس وایسیم و به دانشجومون نصیحت بکنیم، در صورتی که همین دانشجو با ما سر و کار داره و از ما دیده که یه مطلبی رو که از استاد میپرسه و استاد هم میدونه ولی عملا کمکی نمیکنه. امیدوارم که بتونیم نسل آیندهمون رو و نسل‌های بعدیمون رو بهتر از نسل فعلی و نسل‌های گذشتهمون داشته باشیم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.